سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش آمدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. الهه رضایی متولد 12 بهمن ماه سال 1342 در تهران، مجری و گوینده کودک، فارغ التحصیل لیسانس رشته علوم تربیتی می باشد. چهره و صداش برای بچه های دهه 60 و 70 نوستالژی و خاطر انگیزه و حالا ایشون مهد کودک داره. معصومه رضایی با نام هنری الهه رضایی در محله پامنار تهران به عنوان فرزند اول به دنیا آمد. پدر و مادرش اصالتاً دماوندی هستند و او به همراه خانوادش بعد از 6 ماه به محله پیروزی نقل مکان کردند و اونجا بزرگ شد. پدرش کارمند دادگستری و بسیار مذهبی بوده و به حلال و حرام خیلی مقید بوده و مادرش نیز به شدت مذهبی بوده و به گفته خودشون رفتار و شخصیت اونا به شدت روی او و خواهر و برادرش تأثیر میذاشته. خانم رضایی در رابطه با ورودش به تلویزیون میگه فکر میکنم اردیبهشت یا خرداد ماه سال 1358 زمانی که 16 ساله بودم تلویزیون زیرنویس کرد که در برنامه کودکان میخوایم از مجری کم سن و نوجوان استفاده کنیم. یکی از دوستای من اومده بود تا با هم درس بخونیم و این زیرنویس رو خونده بود و پیشنهاد داد که با هم به تلویزیون بریم و تست بدیم. رفتیم و تست اجرا گرفته شد و با حضور من موافقت شد و خلاصه من به شبکه رفتم و اتفاقات به اون شکلی که بچه های دهه 60 و 70 دیده بودم پیش رفت. در زمان جنگ برنامه های کودک برنامه های غمگینی بود. یه جورایی شاید برای حس همدردی اینطور بود. خیلی از بچه ها بودن که یکی از اعضای خانوادهشون مفقود بود. یا پدر نداشتن و یا مادر نداشتن. حتی کارتونای انتخابی نیز همینطور بود. از هاچ زنبور اصلی که داشتیم اینطوری زندگی میکرد تا دختری به نام نل و پرین. همه یک جور بودن. شاید در اون دوره زمانی دنیا هم همین نگاه رو داشت. اولین حقوق وی از صدا و سیما جلسه 100 تومن بود و سازمان در اون زمان استخدام نداشت و تا سال 1364 او و همکارانش در استخدام سازمان نبودند. سال 64 هم که استخدام شدن یکی دو سال از سوابق گذشتهشون رو به خاطر اینکه ساعت کاری پر نمیشد و سن ایشون زیر 18 سال بود قبول نکردن. الهه رضایی در سال 1365 وقتی 23 ساله بود با همسرش که پزشک و متخصص قلب ازدواج کرد که ثمره این ازدواج یک دختر و یک پسره. بین سالهای 1365 تا 1368 به دلیل تولد بچه ها و سن کمشون نه اجرا داشتن و نه گویندگی. پسر خانم رضایی در ایران تحصیل میکنه و در کنار خودشون زندگی میکنه، اما دخترشون ازدواج کرده و به همراه همسرش به آمریکا رفته تا ایشون درسشو بخونه. خانم رضایی تکه کلامی داشتن که بچه های دهه 60 خوب به خاطر دارن. او در توضیح این تکه کلام میگه تکه کلامم این بود. معمولا میگفتم برید عقب، بازم عقب تر. اینا رو بعضی وقتا نویسنده برنامه مینوشت و البته واقعا دغدغه مهمی بود چون توصیه اکثر چشم پزشکاست که باید از تلویزیون فاصله گرفت تا مشکلی برای چشم پیش نیاد. الهه رضایی به خاطر علاقه زیادی که به بچه ها داره و همچنین با توجه به رشته تحصیلیش بعد از بازنشستگی از سازمان صدا و سیما به همراه خواهرش یک مهد کودک تأسیس کرد و به مدیریت اون پرداخت. او در سال 1387 وقتی 45 ساله بود بعد از 30 سال کار در صدا و سیما بازنشسته شد و تصمیم گرفت دیگر با تلویزیون همکاری نکنه و خودش دلیل این تصمیم رو تغییر علاقمندی های سازمان صدا و سیما نسبت به نحوه اجرا میدونه.
اله رضایی در سال 1392 نامزد انتخابات شورای شهر تهران شد و گفت هدفش اینه که در شورا برای کودکان کار کنه، چون در مدیریت شهری کودکان هم سهم دارن. با این حال خانم مجری آرایه لازم برای ورود به شورای شهر تهران رو به دست نیاورد. خانم رضایی در رابطه با برنامه کودک و محله گل و بلبل اشاره میکنه به اینکه من دیگه برنامه کودک در تلویزیون نمیبینم. چیزی از برنامه کودک باقی نمونده. یک محله گل و بلبل داریم که 50 تا بازیگر آوردن و اصلا شبیه برنامه کودک نی. برای آقای داریوش فرزیایی احترام زیادی قائلم. ایشون همکارم هستن، ولی ما اشخاص دیگری هم داریم که بهتر نباشن هم سطح ایشون میتونن کار کنن. این خانم مجری مهربون و یادآور روزهای کودکی دهه 60 میگه بیشتر انیمیشن های قدیمی رو دوست داره و از بین اونا به پلنگ صورتی علاقه‌منده و در مورد پینوکیو هم اشاره میکنه به اینکه اون شخصیتی داشت که بچه‌ها رو بیشتر با کارهاش مضطرب میکرد. ایشون نسبت به بچه‌ها حس معلمی رو داره که میبینه شاگرداش بزرگ شدن و به سرانجام رسیده و موفق شدن و این موضوع برای او جور دیگری اتفاق میافتد و او از دیدن تک تک بچه‌های دیروز که به رتبه اجتماعی خوبی رسیدن لذت میبرد و احساس غرور میکنه. ایشون همچنین در رابطه با تفاوت اجرای دهه 50 و 60 اشاره میکنه به اینکه مراعات‌ها در دهه 60 تنها به لحاظ پوشش بود. به لحاظ کلام و نوع گفتگو خیلی با دهه گذشتش فرقی نمی‌کرد. چون زمانی که بچه بودم خانم برومند مجری برنامه کودک اون دوره بود. در برنامه‌ای که اسمش ما و شما بود. در اون برنامه زمینه اجرا و نوع گفتگوهایی که می‌شد همون قدر سنگین بود که برنامه ما بود. خط قرمزها یا مراعات کلام و رفتار تقریبا همون چیزی بود که ما هم داشتیم. به هر حال وقتی مخاطب آدم بچه‌ها اصلا کمی فرق میکنه، باید متناسب با سن اونا و قدرت درک اونا صحبت کرد. اون وقتا نوع اجرا همین بود. 12 سالیه که یک هیجان و تغییر بزرگی ایجاد و رفتارها کاملا عوض شده و نوع اجرا کاملا فرق کرده. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرات و پیشنهادات خودتون رو زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید و اگر هنوز عضو کانال ما نشدید میتونید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید.